درنگی که ما و امثال ما به جمعه دیگر نمیگن درنگ رو نیست که دنبال ما جمع کردن و بردن درنگ به زکا زکاوت کسی که این خودپرخواه اینطوری به دست میاره بالاترین بهره را از میگن این یه آدم بازکاوت داداش رضا توی مشهد باز نشد که نشد تا اینکه رفیقش مصطفی سرزاده پا پیش گذاشت. آقا مصطفی وقتی میخواست با مدارک و لهجه افغانستانی بره سوریه میومد خونه ما. چند ماه بعد آقا مصطفی یه خانواده آشنا از افغانستانی های مقیم تهران رو معرفی کرد. مادر که میدونست رضا سختگیره گفت خودش بره و ببینه، اگر پسندش بود همه با هم میره. ما که مشهد داماد نشدیم ببینیم تو در تهران چی کار میکنه. اینجا ببین چی کار میکنه. دیگه خوبی؟ ما رو نمیبینی خوشحالی یا نه؟ نه بابا سید جان داداش بگم خوشگلترم یا همین لئونارد دیکاپریو و چی هنه همین خوشگلتر یا با آقا؟ 100% تو خوشگلتری مگه امیر رفیقو از آدم تعریف کنن؟ آیا آرایشگر یک عکس از رفیق ما بگیر به جمعی عکسی اینجا بچسبه چشم این شهید زنده یه نه داداش نکو این کاره کار کاسیبید که ساعت میشه عجب جای خوبی بود از کجا پیدا که تو اینجا را افتک میکدم این همه با دیگه ور افتاده باشه تو سید ابراهیم باش در اردم آقا مصطفی رضا رو خیلی دوست داشت. رضا خوش اخلاق بود. یادم نمیاد صورتشو بدون خنده دیده باشم. زود با همه جور میشد. سید این دیگه خودشه. سید یکی دیگه را این خوب شده خوبه؟ آره این خوبه چه عجب توی اگه تقبول کرده یک چیزه به به آقا قیمت من 700 تومن 700 تومن 700 تومن آقا بایی نداریم چه؟ تو بدی 700 خوبه آره خواستم جنسم خوبه ما خوش آمده مبارک آقا مصطفی خیلی خوش اومدی. سلامت باشین. حاجی ما خوبه. الحمدلله. خودتون خوبین؟ خداهای شما. سلام باشین. چی خبر ها؟ چیکار میکنین؟ الحمدلله. چیکار میکنین روزا؟ خیلی هم عالی. تا کنید خود رو آماده میکنیم ان شاء الله بریم سوریه. به امید خدا ان شاء الله. مصطفی اینا خوره. شما اهل بچه های گوری مشهد ساخته مصادی کار میکنه ها ساکین مشهد اهل حساب کتاب هستم حساب سالم دارم
بفهم چه وقت بفهم بنازم ممنون خواهش میکنم خدمت شما دست شما پیش جون تو باش ممنونم از شما ممنون شما الان تهران زندگی میکنید ما خانم مشهد هم بعد لازمه که شما به این مشهد میتونید به این بعد با خانواده صحبت کنم ولی انشالله اگه جور بشه بعد سلام خدا شما رو حفظ کنه. سلام علیکم. بیشتر سعی میکنم کتاب بخونم وقت آزادی یه داشته باشم. هر چند وقت آزادی ندارم، همش درگیر کارم. شما جو می دوی کوید اینا. سلام علیکم. شما رو خیلی خوشحال میشم. ضروری. مثلا شما رو اینجا رفته بود خواستگاری حالا دیگه اسمم چیزی نمیگه بنده خدا باید تو محلمون بعد این چند بار رفته بودن صحبت کردن نشونن تا آقا موافقت دختر رو گرفته بودن بعد حالا منتظر اون بنده خدا اون آده اونا منتظر اون اینا یعنی دیگه متاسفانه اینجوری شد این دفعه ما گفتم مثل یه خواستگاری های دیگه که یا من رفتیم یه هم نموشه دیگه یا ما را قبول نمونه یا ما را قبول نمکنیم نموشه دیگه قد رفتیم رضا که برگشت مثل خواستگاری های قبل دمق نبود با آب و تاب از اون دختر و خانوادش تعریف میکرد تعجب کرده بودیم میگفت هرچی بیشتر میگفتم بهتر جواب میداد دختر شرایط خاص رضا رو قبول کرده بود به چشمای رضا نگاه کرده مهر اون دختر به دلش افتاده گفتم ولش کن دیگه برم اینجا من بو مشکل های خود کنم موگم دیگه اونا را قطار میکنم و هم دیگه که آقا قبول ندارم و من بلند میشم میام دیگه یه کسان خبر نمشه چی نشد که نشد دیگه رفتم اونجا نشستم گفتم خب ولش کن وقت من خدا رم نگیرم گفتم ما یک کارگر ساده ایم درآمد ندارم ننه بابه ما پیره شما هم که تهرانی رای تو دوره باید بیم مشهد ننه بابه ما جمع کنیم بیم نیم چند وقت دیگه بیم شیش ماشه هش ماشه این اینجور اوزای از ما بعد دیگه گفتم بالشم دیگه آماده بلندشم بعد یه افر نگاه کنیم بند خود گفت قبول همه چیز آمون گفت قبول پک من ماندم ماندم چی بگم بعد اونجا دیگه خوش گذارم بعد گفتم شما سوالی ندارین بعد بند خدا هم شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم خمس زکات خود میدی نمیدی بیخی ماندم نه نه همونطور ماندم که اصلا چی بگم یاد توی اون جای دیگه رفته بودیم مگو که چند درآمد داری تو ماشین داری خانه داری این تو فرق حساب کتاب بکرد خود از ما این نه مگه تو درآمد داری نداری مگه که تو خمس زکات میدی نمیدی بعد ما گفتم که میخوام از شهرش خلاص شون بدیم نه بابا این بند خدا از مکل ماکن تر در عقیده خود هرچی مگم باید به این مشهد میام مادر سالها بود که برای رضا میرفت خواستگاری بله بله چرا خرج برداشتی؟ خواستگاری رفتن برای ما شده بود یه تفریح و برای رضا عذاب دختری رو که همه شرایطش رو قبول کنه پیدا نمی‌کرد یادم اینه که از خواستگاری ها به جلسه دوم رسید با خانواده رفته بود اما جواد برادرم که کارش سنگکاری ساختمونه خرابکاری کرد از اقبال بعد رضا پدر دخترم کارش پیمانکاری ساختمان بود بعد از یک ساعت که حرفای ما تموم شد چشمم افتاد به رضا کارت میزدی خونش در نمیاد اما مثل همیشه خون سرد بود و صبر میکرد توی راه رضا که برادر بزرگه بود زد پس کله جواد و گفت روز جواد پروژه جدید مبارک خب آقا رضا شما بفرمایید چی کار میکنی؟ همین کارهایی که جواد میگه همینا رو انجام میده مثلا چی کاری؟ چی کار گفت؟ جواد چی گفتی؟ جواد آقا صحبت چی کرد؟ شما چی؟ شما کار چیه؟ کلن همین کارهای جواد همین صحبتهایی کرد همین ها درسته یعنی سنگکاری میکنی شما؟ ها جواد اگه سنگکاری مونه ما سنگکاری جواد آقا سنگکاری میکنه شما چی کار میکنی؟ ما همین کارهایی هرچی جواد مگه ما همون عجب
کنی بعد دیگه خانواده میگن دیگه کم چیز هست رو حساب اهل ماشاءالله. سلام آج خانم محبود، شما خوب هستین؟ خانواده خوبن؟ ممنون، خدا رو شکر سلام دارن. متشکرم حاج خانم، ما مزاحمتون شده بودی. من تماس گرفتم که ببینم با حاج آقا دختر خانم تو مشورت کردید، ببین نظرشون چیه؟ بله. بله. جواب؟ والا چی بگم حاج خانم؟ اجازه بدیم ما یه مشورتی بکنیم. بله بله بله، خیلی ممنون. سلام برسونیم به خانواده، سلامت باشید، خدا نگه دارتون. داداش ناراحت نشی، ولی زنگ زدم اینا جواد رو پسندیدن. چی؟ خواستگاری شما برم بله شیرین. مادر ولکن نبود، این دختر نشد یکی دیگه. خونه یه دخترداری توی محل نبود که ما براشون گل و شیرینی نبرده باشیم. رضا توی خواستگاری ها صادق بود. درباره سابقه جهادیش توی افغانستان صحبت میکرد و عقیدش این بود که همسر آیندهش باید همه چی رو همون اول بدونه. اما خواستگاری اون روز با بقیه فرق داشت. اون دختر خانم سرش توی حساب و کتاب بود. یه دفترچه داشت که همه چیز رو دقیق نوشته بود. مثلا درآمد رضا رو پرسیده بود و گفته بود با درآمد سنگکاری شما ما هیچ وقت نمیتونیم خونه دار بشیم. رضا گیج شده بود. وقتی آمدیم بیرون باز یه جمله نقص گفت. من زن میخوام. این خانم برای خودش یه پا شوهر بود. همینجوری دیگه حالا صحبت کنن ببینم به چه مرحله میرسن، چه مرحله که نظر عروس و داماده دیگه. خب نمیشه خط قرمز از میا. الان جنگ مسلمین در جنگن. ما باید برم بری جواد. بچه ها که دوستایشی که میگود ما سوریه مورم دیگه، بچه ها سرشاه خوشم میگود مورم سوریه دیگه. الان که بچه های یادم جنگ نیست، خیلی خطرناک نیست. جنگ جنگ خودون چه میدونه که جنگ هست، شهید هست. الان جوان ها یادم نمفهمه دیگه. همین که در میارم همین مقدار همین قناعت میکنم در همین کافیه، یک زندگی رو جواب میدم. نه پسر با مادر میشینه پدر مادر، نه دختر. ما توی جهاد زیاد بودیم، حالا من بعد کار مهمیه. یه از شرایط از من خبرهای سوریه هر روز وحشتناکتر میشد. توی جلسه های دعا یا مسجد رضا و رفقاش تا جمع میشدن بحث سوریه داغ میشد و همه گوشی ها رو بیرون میآوردن و ویدیوهای جنگ رو میدیدن. بزرگتر بچه های رزمنده افغانستان آقای توسلی یا همون ابو حامد بود. رضا از زمان جهاد افغانستان با ابو حامد بود. کم کم از دل اون جلسه ها حسی اولیه فاطمیون شکل گرفت. رضا از همون اول یکی از نفرات اصلی بود که به ابو حامد برای جمع کردن بچه ها کمک میکرد. آه.
چند نفرای دیگه هم هست بیان دیگه جان خوب رضا یه مزاحم بزرگ داشت. مهدی برادر کوچیک فهمیده بود که رضا یکی از مسئولین ثبت نام سوری است. پاپیچ رضا شده بود و ول نمی کرد. میخوام برم سوریه. همون جایی که شما میخوام بریم. بچه بازی که نیه جنگه. من بچه هم. نه بچه نیستی. خب نمیشه. من باید میام. چی؟ هر جا رفتی منم با خودت ببر. لازم نکرد. خودم نمی کنم خودت باشم. لازم نکرد. همه بزرگ کنم من بزرگ کنم. بذاری یک لغمه ساندویج با هم بخوریم امروز؟ رو خوردم اینو کارم. تازه گفتم پول اینو خودم میدم. خب. ولی منم ببر. نمیشه. نه بذاری یک ساندویج بخوریم دیگه. همه داداشتم من داداشت دارم. خب کار منم را بنداز دیگه. برو هر کاری بکنم. رضا، بیا ساندویچ تو بخور. ای بابا. آقا، یه نایلون میزنم بده من ساندویچ رو برم. خب، با ما خود معرفی کنم. علی احمدی هستم، بچه افغانستان. از کدام منطقه افغانستانی؟ ولایت غور. ولایت غوری؟ بله. خب. قوما شما بوده؟ از کجایی؟ سید محمد امین حسینی؟ ها؟ از بامیان. از بامیان هستی؟ بله. کارتان چی حالی در ایران؟ فعلا کارگری. کارگری منی؟ شما چطور؟ ما خیاطی. خیاطی منی؟ در سابق در جنگی چیزی بود در افغانستان؟ تجربه داشته باشین؟ کمی داریم تو جنگی جهادی بودیم. خب، در دوران جهاد پس در جنگ بوده. مهدی میدونست که مادر روی رضا حساسه و رضا هم روی حرف مادر حرف نمیزنه. تهدید کرده بود که اگه منو ثبت نام نکنی به مادر میگم. رضا هم که هنوز مهدی رو بچه میدونست تهدیدش رو جدی نگرفت. هدف چیه که میخوای ان شاء الله بری سوریه؟ ثبت نام رو یک دو نفر رو بده. ثبت نام سوریه. چرا من چیزی نگفتی؟ بچه بگی من داداشت نیستم. هستی خوب. نمیخوای منو بنویسی؟ نه. چرا؟ اصل خانواده از ما یک ماه مرم بحثه نگرم. بسه تو داداشم اگه اینجا برام کاری نکنی که میخوای انجام بدی بسه؟ مرم جنگ بسه. تو مرم درس خونه میخوام. بسه ماما تو چه فرق دارم؟ یک کاری اگه شدیم هم یک مشونه بسه دیم. نه نه دل میدی تو. بسه جهاد. بسه اجازه بوده منم بیان. بسه من باش صحبت میکنم. اجازه رو ازش میگیرم. رضا با صحبت میکنیم. دقیقا خواهش میکنیم. صحبت میکنیم برای دیگر. برم کن. کنش بکنم. باز با همیشون. هر کاری بیدیم انجام میدم رضا. بزن من بیرم چی میشه خواهد. خوش آمین کنه صحبت میکنم. من جواب مثبت ازت میخوام. بذار بیرم چی کنش کنم. خواهش. باشم صحبت میکنم. به نام بود با صحبت میکنم. اساس تکلیف کنید خودش خیلی مهمه. میدم. کی بود؟ بخشش باشه. میدم. هیچ کس هم بیران کچی میدم. ننجم کنه رو میدم. آی. چه ای تو همون؟ ای مگه ما هم بیم ما هم بیم. دردی سر. تاریخ اعزام مشخص نبود. اما همه آماده بودن. اعلام کرده بودن یا سر کار نرید یا گوشیاتون همیشه در دسترس باشه. رضا بعد از چند روز دوباره رفت سر کار سنگ زیر دست جواد. آقای فدایی هم همکار رضا بود. Thank you.
سلام آجی. سلام سلام. آره سر کارم. بچی چی شده؟ الان؟ همی الان؟ حسین حسین چم خود باش ساعت چند؟ خب باش باش ما الان تحتیل نمید میم الان حسین جمع کن جمع جمع کن گوریم دیگه الان باش خبر شدن بابا کجا میخوای بری؟ بابا کجا میخوای بری؟ بابا جان الان اندازه مونده صاحب کار اگرم کار داریم ما اینجا کجا میخوای بری؟ میدونید هر روز برون 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 هر روز که نشد که بابا جان دیگه هر روز هر روز بود دیگه حالا امروز گفتم بیا دیگه باز نگاه شب شب جو من واسه تو پول میخریزم دیگه حالا خودت یک کار بکن دیگه راه بری با خودت یک کاری کنو این وسایل هم جمع کن بابا حسین با پوره بیا کار داریم کار ما عقب کجا میخوای بری شما خیلی وقت منتظر بودیم دیگه حالا تازه زنگ زدن دیگه خب ما رفتیم باز خودت زحمت تو جمع کن دیگه خدا حافظ خدا چاپ کنم یه بار ممکن اون شب رضا و مهدی مشکوک بودن. همونجا فهمیدم کاسه ای زیر نیم کاسه است. ماما سلام. خوبی خسته نباشی شب بخیر. سلام علیکم. بس چطوری؟ خیلی سلامتی. چه خبر؟ سلامتی. مهدی جان. چه بار دیگه سیستم شما چک بکنید شاید اشتباه شده شما شش خدا حافظ شما همت رزمندگان ارتش همچنین برادران مقاومت اسلامی توانستی سرزمینمان را از دوز تروریسم ها پاکسازی کنید چی نگاه میکنید؟ ما تلویزیون جنگ سوریه رو نگاه میکنید شهرک یه چند وقتی میخوام یه چیزی بهت بگم رضا اجازه نمیده به خبر داشتی رضا میخواد بره سوریه نه کی بوده من خودم متوجه شدم چند وقت مهدی لحظه آخر با کمک دوستاش فهمید که اسمش توی لیست نیست رفت و بی مقدمه به مادر گفت چه نشستی که رضا داره میره سوریه مادر شوکه شده بود دست پاچه بلند شد و در رو روی رضا قفل کرد رضا شروع کرد به مسخره بازی اما هر کاری کرد مادر راضی نشد آخرش با ناامیدی و احترام به مادر گفت لااقل گوشیمو بدین تا با حاجی تماس بگیرم بگم نمیام مادر تا شب در رو باز نکرد رضا از توی اتاق گفت بابا اسیرم که میگیرن بهش آب و غذا میدن همون زندانیش خواب سوریه رو نبینه سوریه چی؟ کی گفته؟ چرا بچه چرا پنهان میکنه؟ ما خبر دارم مادر جان نمیدارم سوا کن بر بابا دیگه درانم نه مادر جان در وا کن نه نه در وا نمیکن مامون چه سر جا راحت بسیم بچه آدم رو بشی ما سوریه نمارم چرا؟ ما خبر داریم سوریه مره چرا پنهان میکنه آدم بچه بزرگ میکنه که اصلای دست آدم شنه تو مره جنگ سوریه شهید چه خدا نکردم و چی کار کنم سر آخر مادر قرآن آورد و به رضا گفت باید قسم بخوری که نمیری سوریه رضا قسم خورد اما من حواسم بود که کلمه سوریه رو نگفت زنگ زدم دیگه مادر جان دیگه بذار بیام بیرون دیگه اول قسم بخور بعد بیا بیرون باشه چشم قسم بخورم خیلی
حساب توی یکی هم برسم بس. چند هفته گذشت. مادر خیالش از رضا راحت شده بود. اما یه شب که مردم مثل همیشه اومدن خونه، رضا همراهشون نبود. سلامت باشی. جواد کو رضا؟ ما خبر ندارم مادر. از مهدی پرسیدم چه خبر. از رضا نشد. مادر نگران بود. رفتم کولی رضا رو آوردم و نشون مادر دادم. گفتم ببین اگه رفته بود سوریه حتما اینو با خودش می برد. شاید جای دوری نرفته باشه. من انقدر نگران نباش دیگه. کولش اینجا هست. یعنی پس جای دوری نرفته. انقدر نگران نباش. چرا گوشش خاموشه؟ هر جوشه برمیگرده. شاید گوشیش خاموش شده. هر روز که خاموش نبود. هر روز خاموش نبود. بذاریم من زنگ بزنم بشم. خب این خاموشه. شاید شارجش تموم شده. نگران نباش. برمیگرده تا شب. خب چقدر دیر. ایب ندارم یا. سلام، شما خبر از رضا دارین؟ بله، متوجه شدم. بله باش. هیچ خبری؟ ممنون از پیگیریتون. خیلی ممنون. خدا حافظش. باشه ممنون، خدا نگه کنم. مادر احتمالاً رضا رفته سوریه. مدتی گذشت و خبری از رضا نشد. مادر از دلتنگی به حرم امام رضا پناه می برد. با اینکه رضا بارها بی خبر و برای مدت طولانی رفته بود، ولی مادر هنوز عادت به دوریش نداشت. رضا چند هفته بعد اومد. مجروح شده بود. فکر میکردم مادر باهاش دعوا کنه، اما توی فرودگاه طوری بغلش کرد که انگار از یک سفر زیارتی اومده. توی بیمارستانم مادر آدم دیگه شده بود. افتخار میکرد به اینکه پسرش در راه دفاع از حرم حضرت زینب مجروح شده. خوشحال بودم. آروم به رضا گفتم همه دخترایی که رفتی خواستگاریشون عروس شدن. رضا خندید و گفت پس معلوم شد که من قدم خیرم. از این به بعد پول میگیرم میرم خواستگاری تا وقت دخترها باز بشه. ها؟ نه ما کاری نکردم. خب پای تو بری چی گیری؟ اونجور لیز خورده و افتادم دیگه. افتادم اون تو یک کمشی که صده فوتبال اونطور شده. فوتبال شده؟ آه میکنم اونجا غذا کم بوده گلوله خورده. اینه یه هر کنوگی با ما میگنی درسته؟ اونجا چی نبود که
بخورم گل نخوردم. اینجا تو چی آوردی؟ برات کمپوت آوردم داداش. تو تا دوسید. خاموش هرچ میگم روشن کنیم میگن آنتن نداریم. من صبح بیدار شدم آنتن ده اینجا وقت کردم. ولی با خود خب دیره که هر جایی باید بو برم. همو تلویزیونم میدن قد خود خوب برم. من برگشتم به پرستار میگم که این تلویزیونم درست کنه که شبه بشینی فیلم میگم. آه دیگه بگو آنتن چرا که ده اینجا کاشتین دیگه. تلویزیون چرا ما ده روشن کنین. نوازش گیرندگی خودتا همون بالا آه. چشم اینا خودش سرنوشت نزا سرنوشت دیگه. چشم قبول با خانواده رفتیم تهران و ما هم دختر رو دیدیم. وقتی برگشتیم مادرم اونقدر خوشحال بود که گفت باید برای تشکر از امام رضا بریم حرم. از مادر و رضا فاصله گرفتم و فقط نگاهشون میکردم. اون روز یه حسی به هم میگفت که دعاهای مادر و رضا با هم فرق دارن. مادر رضا رو سالم میخواست و رضا یه آرزوی دیگه داشت. خونه نبود، رضا دوباره داشت بار سفر می‌بست. گفتم تو که یک هفته هم نشده که برگشتی، حالا که می‌خوایم قرار عقد بذاریم کجا میری؟ گفت دیشب خواب دیدم ابو حامد و شهدای دیگه دور یه سفره بزرگ نشستن و حسابی بخور بخوره. باید برم. ناخواسته گوشیم آوردم و لحظه رفتنش رو ثبت کردم. رفتن رضا گذشت. دلشوره داشتیم. یه روز که مادر رو برده بودیم شفاخونه، رضا پیام داد. از داخل پرواز حلب فرستاده بود. نوشته بود قرار عقد رو لغو کنید و از خانواده دختر از طرف من عذرخواهی کنید. من اینجا کار دارم. بیشتر نگران شدم. چند روز بعد 5 محرم خواب رضا تعبیر شد. اون پرواز آخرش بود و رفت تا خودشو به سفره رفقای شهیدش برسونه.